بینندگان عزیز به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی هستم در خدمت شما. مهمان عزیز این جلسه ما جناب دکتر پیام شایان هستند. ما خوشوقت هستیم که تشریف آوردن در مورد مسائل مختلفه فعالیت‌های خدماتی ایشون می‌خوایم محاوره‌ای داشته باشیم و جوانب انسانی خدماتی رو بررسی بکنیم در مراحل مختلفه. قبل از هر چیز جناب شایان، خیلی ممنون که تشریف آوردین، دعوت ما رو قبول کردین. چطور شروع بکنیم با اینکه اصلا سلامتی چیه، فعالیت پزشکی چیه یا درمانی چیه و چرا این قضیه برای رشد انسان‌ها انقدر مهمه در هر جنبه ای؟ خیلی ممنون جناب ریاضتی، متشکرم که قبل از همه برای دعوتتون به برنامه‌تون و امیدوارم که صحبت جامعی داشته باشیم در مورد تمام مواردی که دوستان بتونن استفاده بکنن. در واقع به نظر من سلامتی، شما پرسیدید چی هستش، من به عنوان کایروپراکتور اینو میبینم که بدن انسان متشکل از عناصری هستش که فرمی بهش داده و یک حقیقتی واقعا درست شده که ما میگیم جسم انسان. اون عناصر متشکل با هم دیگه برای یه کاری درست شده که انسان زنده بمونه و به زندگیش ادامه بده، حالا حداقل به زندگی جسمانیش ادامه بده. و وقتی که این بالانس یا تعادل در سیستم بدنی انسان به هم میخوره، میتونیم بگیم که سلامتی انسان در واقع مختل شده و اثرهای مختلفی میذاره. من به عنوان یک دکتر کایروپراکتور بیشتر خب بر روی دردهای مفصلی یا ماهیچه‌ای کار میکنم. پزشکان حاذق دیگر هستن که در زمینهای مختلف خدمت میکنن و کمک میکنن اشخاصو، ولی خب وقتی که شخصی میاد پیش من و دردی داره و باعث شده که یک مقدار اختلال در زندگیش تولید بکنه، بیشتر سعی میکنیم که بتونیم بدن خودش رو کمک بکنیم که به اون حد نسبی و سلامتی خودش برسه. به عبارت دیگه پیام جان، سلامتی رو شما در حقیقت تعادل میبینید که در اعضا و اجزای مختلف یک انسان وجود داره و فقط آیا این فقط تعادل جسمانیه یا حقیقت انسان که میتونه به عبارتی روحشه، روانشه، فکرشه؟ آیا شما در تجربیاتی که داشتین این ستا رو باید با هم یک پزشک، یک خادم درمانی، یک فرد در نظر بگیره؟ آیا سیستم ویو الان مورد قبول هست یا اینکه ما فکر بکنیم که یک فردی وقتی درد جسمانی داره با ریلکسیشن جسمانی این خوب میشه؟ چگونه شما سلامتی رو که اشاره فرمودین، آیا این سلامتی فقط جسمانیه یا به هویت انسان که یک حقیقت ماورای جسمانی هم هست ارتباط داره؟ سوال خیلی خوبی هست جناب ریاضتی. طبق تجربه خودم براتون صحبت میکنم. خب من اشخاصی رو دیدم که سلامتی کامل دارن از نظر جسمانی و از نظر فکری خیلی راحت هستن، خوشحال هستن، کارشون انجام میدن،
و وقتی که اون سلامتی جسمانیشون مختل میشه، میبینیم که در واقع اون سلامتی روحیشون هم مختل میشه. پس یک رابطه ای هستش بین اون روح انسانی و جسم انسانی. حالا از اون طرفش اگه نگاه بکنیم، اشخاصی هستن که از نظر روحی شاید یک مقدار در توازن نباشن و میبینیم در از نظر جسمانی بهشون صدمه میزنه، یعنی به هم دیگه ربط داره. پس به نظر من همونطور که شما فرمودید، سلامتی جسمانی هست و روحانی یا روح از نظر روح و فکری هم هستش و باید با هم دیگه واقعا یک رابطه مستقیمی داشته باشن و اونطوری که من احساس میکنم دارن. بله بله. پس بنابراین میشه اینطوری که من میفهمم بیانات شما رو، اگر ما هویت انسان رو، حقیقت انسان رو جسمش ندونیم فقط، فکرش ندونیم فقط، و یا حتی روانش، و بنده چون خودم در حیطه روان درمانی خدمت میکنم، به این موضوعی که شما میفرمایید کاملا درست بنده رسیدم که پس بدن مثل یه آینه ایه که در مقابل یک خورشیدی که فکرشه، روانشه، بایستی سالم باشه، از غبارها، آلودگیها پاک بشه که بتونه این اشعاعاتی رو که فکرش ایجاد میکنه به عرصه شهود و ظهور بیاره. یعنی در حقیقت کار ما فقط این نیست که جسم رو به خاطر جسم بریم و شفا ایجاد بکنیم، بلکه میخوایم این اختلالات رو از بین ببریم که هویت فکری و روانی و روحی این به عرصه شهود بیاد. مقصود شما این هست یا؟ 100%. این اگزمپل آینه و نور که شما آوردید خیلی استفاده شده و واقعا من دوست دارم این مثال رو، چون واقعا اگه شما به جسم انسان نگاه بکنید، به هر حال مثل یک آینه، به هر حال یک آینه تنها وسیله‌ای هستش که میتونه نور رو به اون طوری که کامل هستش منعکس بکنه. یک سنگ یا یک گیاه یا هر چیز دیگه نمیتونه هیچ وقت نور رو به اون تمیزی، به اون زیبایی منعکس بکنه. و اینطوری که من میبینم، جسم انسان در واقع یک چیز خیلی یونیک و واحدی هستش که فقط اون انعکاس روحانی خودش رو از یک منبع شاید بتونه بگیره که فقط انسان میتونه منعکس بکنه. بله. که اونا بیشتر در شخصیت انسان ما میبینیم چجوری ظهور پیدا میکنه، نه در جسمش در حقیقت. خیلی خوبه. پس حالا یه سوال عمیق‌تری که پیش میاد، بنده میام خدمت شما و دردی دارم، آیا شما بنده رو مریض خطاب میکنید؟ چون ما در روان درمانی حداقل از لقب دادن و لیبل دادن و اسم دادن پرهیز میکنیم، بلکه میگوییم این یه اختلالیه، این عدم نظمیه، بنابراین سلامتی رو اول شما تعریف میکنی و بعد میای کمک میکنی. شما نظرتون در مورد این دیزیز مدل چی هست در این کارهایی که میکنیم؟ ببینید، هر شخصی به نظر من اگر یک اختلالاتی در جسمانیاتش و روحانیاتش به وجود بیاد، یک انعکاسی ازش میبینید که شما بر طبق اون میگید خب این شخص یک مقدار توازن نداره، چه در از نظر جسمانی چه از نظر روحانی روحیش. خب شخصی مریض میشه. البته من دوست ندارم بگم مریض، بهشون لقب مریض بدیم، چون واقعا به زبان انگلیسی میگن پیشنت، ما میگیم دیزیز. دیس ایز یعنی ایز که همون راحتی هستش، دیس دی آی اس در واقع نبود، فقدان اون راحتی و سلامتی هستش. عدم راحتی رو ما وقتی یک عوض این که بگیم تاریکی، ببینید من درست فهمیدم چون این خیلی نکته ظریفیه، تاریکی وجود نداره. من.
ظلمت وجود نداره، نور وجود داره، ولی وقتی میگیم تاریکه در حقیقت میخوایم بگیم نوری وجود نداره، عدم نور هستش. پس یعنی تاکید ما روی نور باید باشه، نه رو تاریکی. مقصود شما اینه؟ بله. یعنی کسی که دوستی که میاد پیش من و یک مقدار از حالا بگیم درد داره شکایت میکنه، یعنی عدم اون سلامتی که باید باشه هستش. یعنی در واقع راهی که ما میریم این هستش که بتونیم اون سلامتی رو دوباره براش برگردونیم که اون چیزی که باید باشه و حقیقتی که باید باشه و هستش. خیلی از دوستان میان پیش من، ما خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم که مثلا یک شخص از چه بیماری داره یک مقدار اذیت شده یا سافر میکنه. اون علائمش هستش، کمرش کجاست، پاش کجاست گرفته، چجوری راه میره. یک مقدار تستای ارتوپدی شاید ازشون بکنیم که بیشتر، پس اون علائم رو ما میبینیم. خیلی واقعا بخوایم بیشتر ببینیم چی هستش، امارای میگیریم، اکسری میگیریم، اون علائم رو با اون اگزمایی که میکنیم رو هم میذاریم و میگیم خب این شخص اینطوری هستش، باید روش تراپیش اینطوری باشه، بهبودیش. ولی خب بهبودیش، ولی خب شخصی میاد و تو جامعه میتونیم ببینیم، حتما من نباید در مطب یا آفیسم ببینم، از نظر شخصیتی میبینیم یک چیزهایی نیستش، عشق نیست، دوستی نیست، بردباری نیست، عدل نیست. آیا اونها اون علائمی هستن که از نظر جسمانیات ما در شخصی میبینیم که باید باشه ولی نیست؟ یعنی حقیقتی که باید باشه نیستش. و بعد چجوری اونا رو با اون دوستان بتونیم کمکشون کنیم؟ یه به عبارت دیگه خیلی نکته ظریفی رو اشاره فرمودین. علائم ضرورتاً دلایل نیست. بعد میتونم من دردهای جسمانی داشته باشم ولیکن اینها علامت یک دردهای فکری روانی منه. مثلا دوستانی که در رشته روان درمانی خدمت میکنم میدونم وقتی یه نفر حسادت داره، وقتی یه نفر عصبانیت داره، این عصبانی بودن، حسود بودن، قانع نبودن تأثیر میذاره در جسمش. بنابراین من خوشحالم که شما این بحث مریض بودن رو برداشتین که پس فرد مریض نی، فرد در حقیقت یک اختلال نظمی که بین فکر، روح و جسمش هست رو ایجاد نکرده، ولی هدف شما و سایر همکاران ما در رشته‌های مختلف درمانی، جسم درمانی این است که این وسیله رو که اگر نباشه، سالم نباشه، درست نمیتونه فکر کنه، نمیتونه اون اشعاعات درون خودش رو، این رو ما میخواییم سالم ترش بکنیم، درسته؟ ولی هدف ما فقط این نیست که وسیله رو درستش بکنیم، بلکه اون رو منوتش بکنیم، وصلش بکنیم به یه اهداف بالاتری. بله؟ حالا یه سوالی که پیش میاد، ما در مورد بدن صحبت کردیم، در مورد این که مریض رو ما نمیخوایم مریض بدونیم، حالا بریم سر خود کسانی که وظیفه درمان رو دارن صحبت بکنیم. به نظر شما بزرگترین دلیل رفتن تو این رشته ها گذشته از اهداف شخصی، مثلا بنده اگر رفتم تو روان درمانی امکان داره یه تجربیات شخصی داشته باشم که برم، نه اینکه اهداف شخصی داشته باشم، تجربیات شخصی، امکان داره بچگیم شاید سخت بوده، امکان داره اصلا بلایا دیدم ولی میخوام از به نظر شما نوع دیدگاه ما به این رشته درمان، حالا چه روان درمان باشه، چه فکر درمان باشه، چه جسم درمان، شرایط یه پزشک حقیقی، یک طبیب حقیقی،
به نظر شما چیه؟ ببینید، به نظر من در هر رشته‌ای هر کسی که مشغول به خدمت باشه، چه پزشکی، چه رشته من کایروپرکتیک، چه رشته بیزینس، نظر باید به این باشه که این دوستان دارن خدمت میکنن به جامعه انسانی و اگر به شخصی میخوان کمک بکنن باید تمام جوانب این انسان رو در نظر بگیرن که این یک انسان هست، فکر داره، شخصیت داره و اگر از نظر جسمانیاتش ما میخوایم بهش برسیم باید از نظر فکری و روحانیتش هم در نظر داشته باشیم و از تمام جوانب باید سعی کنیم بهش خدمت بکنیم. خب در حیطه کاری من شاید نباشه من بخوام شخصی که یک مقدار افسردگی یا دیپرشن داره بخوام بیام اونجا بشنم باش صحبت بکنم، اگه میبینم میتونم، اگه میبینم این دردی که داره از نظر درد جسمانیش باعث شده یک مقدار پریشانی و افسردگی درست بشه. ولی من میدونم که به عنوان یک دکتر کایروپرکتور اینه که انسان رو وقتی شما براش تعادل جسمانی میارید یک سری فعل و انفعالات بدنی هم براش به وجود میاد. مثلا من اگه بگم این هورمون کورتیزول که به خاطر استرس تو بدن انسان به وجود میاد که بعد بیشتر از 2 روز 3 روز در بدن آدم باشه صدمه میزنه به چشم، به پوست، به مو، به اعضای بدن، اگه بتونم از نظر دردین و به این مریض یا بیمار یا دوست یا هر کی ما بخوایم بهش بگیم کمک بکنم باید بتونم باهاش صحبتی هم داشته باشم که بتونم اون روحشو یک مقدار آرومتر بکنم، قدرتمندتر بکنم. خیلی از جوان‌ها میان پیش من، من میبینم که از نظر خب جسمانی یک مقدار دردهایی دارن، ما با اینا شروع میکنیم کار کردن و میبینم بعضی وقتا خب من شاید نیم ساعت با این دوست بشینم باهاش کار بکنم، یک بحث‌های پیش میاد، صحبت‌های پیش میاد و چیزهایی میگن که واقعا من میبینم درد درون هم دارن. یک پزشک باید واقعا به یک شخصی که داره بهش معالجش میکنه به عنوان یک، به انگلیسی میگن as a whole، کلی نگاه بکنه. بله. اگه من بگم خب من اینجا نمیتونم از نظر روحی بهش کمک بکنم، درسته از نظر جسمانیش کمک بکنیم، ولی اگر میتونیم قدرتمندشون بکنیم، ارزششون رو بیاریم بالا، اگه چیزی هست میتونیم از نظر یک انسان به یک انسان دیگه بگیم، به نظر من نفعش بیشتر هستش که من یا فکر بکنم که خب من 15 دقیقه که با این مریض بوده کار کردم، درآمدمو درآوردم، نفر بعدی بیاد، یک مقدار یعنی به عبارت دیگه نه تنها مصنوعیه، من چیزی که میفهمم آن است که نیت ما آیا آن است که انسان رو به عنوان هدف بگیریم یا وسیله. همونطور که شما فرمودین اگر این شخص فقط یه وسیله بشه که من تایمم رو زمانم رو پر کنم و بعد از این طریق بخوام بانک اکانتم رو پر کنم، یه ماشین بهتری بخرم، اون موقع من شاید لیاقت بودن در این رشته های خدماتی رو فلحقیق ندارم. یعنی اینکه سوء استفاده موقعی صورت میگیره که انسان رو ما وسیله‌ای بگیریم به عوض اون که هدف. و یه نکته دیگه که شما فرمودین، من میخوام شما رو این یه مقدار تاکید بفرمایین، همونطور که خودتون اشاره فرمودین همه چی به هم ارتباط داره. یعنی الان دیگه زمان گذشته که ما فکر کنیم اگر یکی از اعضا یه بدن به درد بیاد اعضای دیگه رو باید فراموش کرد، بلکه ما باید این رو به عنوان یه سیستم بگیریم و بدونیم که شاید باید به صورت جامعه کلی نگاه بکنیم و شاید باید مشورت بکنیم. یعنی ما که در این رشته خدماتی هستیم، چه پزشکیم چه پزشک نیستیم، چه روان درمانیم چه سایکیاتریستیم، اگر یاد بگیریم با هم دیگه مشورت بکنیم با یه هدف خاص، که هدف ما
آن است که بهترین راه حل بهبودی رو برای این فرد به عنوان یه انسان ایجاد بکنیم که قادرش بکنیم، تشویقش بکنیم، امیدوارش بکنیم. نقش مشورت حقیقی و آیا اصلا این اجرا میشه در حرفه شما؟ مشورت واقعا در تمام موارد زندگی به نظر من احتیاج هستش که اشخاص داشته باشن با هم دیگه. خب وقتی که شخص میاد پیش من در مورد خودش صحبت میکنه، در واقع مشورتی داره میکنه. اگه من اون مشورت رو بهش به از نظر این نگاه بکنم که اون مشورت باید در آخر به نفع من بشه، یعنی که از نظر مالیش به عنوان یک شخص، کسی میبینم که اومده از من کمک میخواد، اگه به نفع من باشه پس من خیلی خودبین هستم و اون مشورت رو تبدیل میکنم به یک موقعیتی که به نفع خودم برسه. چون که در واقع شاید اون دوستی که داره از من سوال میکنه، شاید در اون مواردی که من یک مقدار اطلاع دارم ایشون نداره، و من اگه بخوام از اون سوء استفاده بکنم و به فکر خودم باشم، پس مشورت کاری نیستش. مشورت واقعی اون هستش که انسان در واقع، حالا 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، 10 نفر، هر چقدر، برای رسیدن یک حقیقتی که برای بهبودی جامع کلی یا شخص باشه، اون مشورت اصلی هستش که من خودم هیچ وابستگی به اون نتیجه، یعنی در حقیقت من وابستگی شخصی که چه چیزی برای من هست توی این نباشه. حالا من میخواستم مشورت رو یه مقدار بیشترم توسعش بدیم، دامنش رو. آیا یک شخصی که میاد و گرفتاری داره، من میام پلو شما میگم این گردن ما شکسته، بیچارگی داره، همین کارهایی که شما با ما کردی الان 2-3 ماهه، آیا شما که معتقد به یه هولستیک ویو آف هلت هستین، که اصلا این هول، هولستیک از هول یعنی کلی باید بگیریم و اصلا هلتی هم یعنی همین، پس بنابراین هولی هم همینه، پس مقصود من اینه که آیا شما نباید یک کادر رو باشه که یک پزشک، یک متخصص روان درمان، یک کسی که در قسمت‌های مختلف تخصص داره، با شما هماهنگی بکنه، مشورت بکنین با یه هدف مشترک. هدف مشترکتونم اینه که ما می‌خوایم به بهترین وجه علائم رو بفهمیم و یه کامپرهنسیو رزولوشن ایجاد بکنیم. آیا شما این رو می‌بینی در بین این اطباء یا کسانی که در رشته شما هستن؟ یعنی شما هیچ موقع پلو خودت بر میداری تلفن رو بگی که خب این مشکلی که این داره، شاید من اگه با یه روان درمان اسپیشالیستم صحبت بکنم شاید بد نباشه؟ آیا این کانکشن ها هست، یا اگر به قول شما فقط هدف این باشه که من چقدر باید پول بگیرم، مثلا صحبت کردن با حبیب یعنی نصف پول هم باید اون بگیره، چی کار باید باشه اینطوری؟ یعنی در واقع بهبودی شخص ضامن این هستش که تمام اون وسائلی که میتونه استفاده بکنه برای سلامتیش استفاده بشه. یعنی اگه شخصی بیاد پیش من و احتیاج داشته باشه که بره متخصص دیگه ببینه، باید بفرستمش، باید این شخص رو بهش در مشاوره یا در صحبتهایی که میکنیم بگیم این انتخاب هم دارن که برن و باید برن، چون که واقعا غفلت میشه اگه شخصی بیاد من بتونم بهش کمک کنم ولی بگم خب بهتر پیش خودم بمونی، حالا بیا 10 بار، بیا 20 بار، بیا تا اونطوری که تونستم استفاده. نه، اون به نظر من اونطوری باز خودبینی میشه و به نفع خودم میخواد بشه و این برنامه ها پیش میاد. به نظر من یک انسان رو باید به جوری بهش نگاه کرد که بگیم تمام وسائلی که میتونه برای بهبودی این شخص استفاده بشه من باید بهش ارائه بدم. پس حالا من میرم سر اصل قضیه.
چون ما الان در رشته پزشکی در کادرهای مختلفه یا حتی روان درمانی در کادرهای مختلفه میبینیم که سوء استفاده های زیادی میشه توسط حتی پزشکان، یعنی چون هدف آن هست که انتفاعات شخصی، نفع شخصی رو ما بیشتر بکنیم، بنابراین مالپرکتیسمون هم بیشتره، بنابراین باید اینشورنسی بگیریم که اونو بتونه کاور کنه، یا سعی میکنیم لوپ هول درست کنیم که چطوری. آیا میشه گفت که یک پزشک، مخصوصا کسی که یک فردی که ناتوانه، من بهش نمیگم بیمار، اختلال داره چه درمانی چه جسمانی، وقتی میاد پلوی من آیا فقط علم من، تجربه من، مهارت من ضمانت شفا رو میکنه؟ و آیا همونطور که شما فرمودین وجدان، شناخت حقیقت انسان، هدف من در این رشته، یعنی من میخوام قبل از مرگم چطوری من رو به یاد بیارن؟ یه دکتری که هدفش این بود که به انسانها خدمت بکنه، یا هدفش این بود که انسانها رو استفاده بکنه که منزلت و مقام مادی خودش رو ببره بالا. من میخوام، چون حقیقت مطلب اینه که مردم میتونن پزشک خوبی باشن، ولی اگر وجدان نباشه شاید به هیچ جا نرسیم. شما به این اصلا معتقد هستین یا فکر میکنین من یه پدیده غیر معقولی رو دارم ایجاد میکنم؟ خیلی هم معقول هستش. به نظر من وجدان در هر موردی باید باشه، یا من میتونم بهش بگم اخلاقیات، در هر حیطه کاری، در هر رشته کاری، در رشته من یا رشته پزشکی یا رشته کارهای مختلف. یعنی من میتونم در یک بازرگان باشم، من میتونم یک مخترع باشم، اگر وجدان و اخلاقیات به نظر من نباشه، اون علم من یا به ضرر خودم میتونه باشه، تموم بشه، یا به ضرر بقیه. چون که به نظر من اخلاقیات و وجدان هستش که اون اکولیبریوم یا توازن رو میاره. بله. که انسان کاری که انجام میده، اون علمی که داره، برای رفاه جامعه انسانی اجرا بکنه. اون اخلاقیات هستش که انسان رو به اون طرف میبره، مگرنه انسان یک مقدار متشبس میشه به اون خصائص، من میتونم بگم lower nature یا خاصیت طبیعی نفس پایین، نفس پایین، نفس اماره، خودم و خودم و ایگو، ایگو و نفس پرست. بله. به نظر من اخلاقیات هستش، فضائل انسانی هستش که انسان رو، مقامش رو به عنوان یک انسان میبره بالا، جهان بین میشه، بهبودی اشخاص رو وقتی در واقع در جامعه به این میبینه که کار خودش رو، خودش رو به عنوان یک وسیله میبینه که بهبودی اشخاص براش مهمتره در جامعه تا نفع خودش. چون که جامعه اگه سرپا باشه، جامعه اگه سالم باشه، یک جامعه پویا داینامیک داریم، و اگه نباشه، به نظر من اشکالی که الان در عصر حاضر هستش این هستش که اشخاص، چه از نظر فردی، چه از نظر شهری، چه از نظر کشوری، نفع همه چیز رو به نفع خودشون میبینن. و همونطور که شما این مثال آوردید، اعضای انسان، اعضای بدن انسان، من اگه بگم خب من قلبم برام خیلی مهم هستش، کلیه هم برام مهم نیستش، خب کلیه از بین بره، قلب هم از بین میره. آفرین آفرین. پس پایام جان، اینطوری که من میفهمم دوباره، شاید در رأس مهارت ها، دیگری ها، دیگری هایی که ما داریم و به هم افتخار میکنیم،
اگر به ما نگن دکتر شاید ناراحت بشیم. آیا من درست میفهمم شما رو که یک وظیفه عالی تری نفوسی که در این رشته ها خدمت میکنن فضائل انسانی، وجدان، اخلاق؟ من اینا رو میگم روحانیت، یعنی یک فرد بدون هدفش چیه و به جای اینکه اون شخصی رو که اومده کمک بخواد وسیله بدونه، خودش رو وسیله بدونه. این رو میفهمن. و من تصور میکنم این قضیه رو که شما مطرح میکنید اینقدر مهمه که فقط فرد نیست، همونطور که شما فهمیدید، فرد هست، جامعه هست و تشکیلات هست و این سه تا باید با هم کار بکنه. یعنی هر چقدر ما فرد سالم تری داشته باشیم، پویاتری داشته باشیم، متعادل تری داشته باشیم، اون موقع جامعه ای موفق تر خواهیم داشت. بعد تشکیلاتی هم که این جامعه رو هدایت میکنه یا تنظیم میکنه در خدمت این پویایی پیش میره. آیا مقصود شما از اخلاقیات و وجدان میتونه اصلا ایجاد بشه؟ من سوالم حالا داره یه گردش دیگه ای رو به خودش میگیره. اگر تمام حیات و بقا رو منوط به عالم جسم بدونیم ما، یا به عبارت بهتر، ساده تر که بینندگان عزیز ما بتونن روش تعمق بکنن و بینش حاصل بکنن، آیا من اگر به عنوان یک کسی که این وظیفه درمان رو به عهده گرفتم، اگر هدف زندگی رو فقط در این چند روزه حیات بدونم و فکر بکنم که اینجاست که ابتداست و انتها، من نمیخوام بحث بقای بعد از مرگ رو به مفاهیم مذهبی واردش بشم، من اصلا دنبال این قضایی نیستم، این قضیه ای که آیا این بیماره و من یه فرصتی دارم برای اینکه یه کاری بکنم، خودم رو تمام بکنم، فقط 20 سال دیگه هم دارم، یا این فکر خودش صدمه میزنه و غیر اخلاقیه، بایستی یک فکری داشته باشم جامعه تر، عالم تر و از همه مهمتر اون چیزی که شما فهمیدین هر چقدر عالم بینیم بهتر باشه، خدماتم مستقل از شونات شخصی است. روی این یه مقدار وجدان رو ارتباط بدین اگه امکان داره. 100% تا اونجا که بتونم توضیح بدم برای شما و بینندگانتون، اونجوری که من فهمیدم، اگر من زندگی رو بخوام به این تشبیه بکنم که یک چیز موقتی هستش، من میام زندگی میکنم، سختی میکشم، کار میکنم و آخرشم میرم، پس واقعا آیا واقعا خلقت یک چیز بیهوده هستش؟ اگر من این تفکر رو داشته باشم، پس شاید بخوام زندگیم همش خوشگذرونی باشه، استفاده باشه، برای لذایذ من باشه، که الان به نظر من خیلی ها این تفکر دارن، چون که فردایی ما شاید نداشته باشیم. پس اگه فردایی نداشته باشیم، امروز رو بچسبیم و لذت کامل ببریم، هیچ چیزی هم نمیشه، هیچ بلایی هم سرمون نمیاد. خب پس من اگه همین تفکر رو داشته باشم، مطمئناً حق کسی رو خواهم گرفت، حق کسی رو زائل خواهم کرد، چون که به نفع من همه چیز باید بشه. ولی اگر من، خب شما فرمودید در مورد بقای روح مثلا، خب نمیخوایم زیاد صحبت شو بکنیم، ولی منی که هستم و این فکری که دارم آیا در مغز منه؟ آیا در جسم منه؟ آیا یک رابطه‌ای داره با این جسم من؟ هر چی که هست هستش. من اگه شب خوابیدم و تمام اعضای بدنم خوابه ولی خواب میبینم، پس چی هستش؟ من که خوابم، مغز خوابه، روی دلتا ویو بهش میگن، یعنی مغز، از نظر مغزی شما خوابید، پس اون خوابی که من شب دیدم چی بوده؟ کی بوده؟ آیا حقیقت بالاتری هست از جسم انسان که من بخوام بهش بگم روح؟ و آیا
بقای زندگانی هست بعد از تمام شدن جسم، یعنی جسم که از بین بره. اگه من اون تفکر رو داشته باشم میتونم همیشه به طرف تکامل، پرفکشن، کمال پیش برم. یعنی برای اینکه بینندگان عزیز ما ملتفت قضیه بشن که ما اینجا مفاهیم مذهبی رو تکیه نمی کنیم، فکر میکنم اینطوری که من از بیانات شما دستگیرم میشه، این که من در اینجا نبایستی به عنوان یک فردی که اومدم چند سباهی هستم، بنابراین باید نهایت درجه نفع و لذت رو ببرم و هر کسی هم که در مسیرم وارد میشه فقط به عنوان یه وسیله رسیدن به اون لذت ازش استفاده کنم یا سوء استفاده کنم و هیچ ارزشی هم واسهش قائل نشم و تمام دوستی های ما، ارتباط های ما محورش فقط منیت منه. علت اینم که من اینطوری فکر میکنم چون میدونم که بالاخره این جسم خاکی من به خاک راجع میشه و تمام میشه میره. حالا اینطوری که شما دارین حلش میکنین، اگه من درست بفهمم، اگر ما آینده نگر باشیم، وجود و سلامتی خودمون رو در سلامتی دیگران و نسل‌های بعد ببینیم، یعنی حتی این کانتینیوتی یا امتداد زیاد جنبه شخصی و فلاح رستگاری شخصی نباشه، بلکه من چیکار میتونم بکنم که یه جامعه سالمتر بعد از من باشه. و آیا این طریقه، این رو میگیم ما روحانیت در حقیقت، ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم که آیا بعد از مرگ روح انسان چگونه هست، اونها یه بحثایی است که باورهای اعتقادی است و در این حیطه نی، ولی من فکر میکنم شما در این تأکیدی که میفرمایین جناب دکتر شایان این است که هر چقدر خودپرستی و حتی خود ما به خود ما چجوری نگاه میکنیم تأثیر میذاره در خدماتی که میکنیم. این شاید چیزی هست که بوده. حالا من برای اینکه اینا رو جمع بکنم، الان تقریبا به انتهای برنامه‌مون نزدیک شدیم، اگر یه پیامی شما بخوای، شما میدونم پیامی، ولی یه پیامی بخوای به دوستانی که مریضی به معنی ناهماهنگی دارن و همچنین پیامی به اون نفوسی که فرصت خدمت به این عزیزان رو دارن، بدین چیه که بتونه تمام این مباحث ما رو به هم وصل کنه و نتیجه گیری کنه؟ تنها پیامی که الان من میتونم در میون بذارم از نظر فکری خودم این هستش که اشخاص باید به قابلیت‌های خودشون پی ببرن و اگر بتونن خودشون رو خادم جامعه انسانی بذارن و قبول کنن یه همچین رولی دارن در جامعه انسان، چه از نظر یک دکتر که با یک شخصی داره کار میکنه، چه از نظر یک بیزینسمن، چه از نظر یک شخصی که در حالا بگیم حکومت داره کار میکنه، اگر بگه من به قابلیت‌های انسانی خودم پی ببرم که چه خصائصی داره و اون میتونم بگم اون فضائل انسانی رو در خودم بتونم بپرورونم، پی ببرم که من انسانی هستم که عشق میتونم بدم، من عادل هستم، من خدمت میتونم بکنم، باید اینها رو بذارم در عمل، در واقعا در عمل باید اینها رو من بذارم در نشون بدم. اگه نذارم من به قابلیت‌های خودم پی نمیبرم و بعد افسردگی برای خودم درست میشه. افسردگی میتونه برای خودم درد جسمانی یا درد روحی برام به وجود بیاره. تنها جوری که میتونم پی ببرم این هستش که من با خلوص نیت بیام به جامعه انسانی خودم خدمت کنم، باعث
بهتر شدنشون بشن، باعث وحدتشون بشن، باعث دوستیشون بشن، باعث آزادی قلبیشون باشن، باعث آوردن قلبا به نزدیک هم دیگه باشن. بعد من پی میبرم که من به عنوان یک انسان این قابلیت ها رو دارم، این استعدادها رو دارم، میتونم به عنوان یک دکتر به یک شخص نگاه بکنم و بتونم اون جوری که باید و شاید بهش برسه و پی ببره حتی به یک سری حقایق. خیلی از جوان ها هستن که با من صحبت میکنم و من سعی میکنم که قدرتمندشون کنم از نظر روحی و فکری، که بگم شما یک استعدادهایی دارید، اینا رو بیارید بگذارید در جامعه و به جای اینکه به خودتون بگید ضربه به من خورده و من همیشه اون حقمو گرفتن و باید حالا به خاطر چیزهای مختلف، یعنی مظلوم و ویکتوم، مظلوم و ویکتوم شدم، بخوام به خودم صدمه بزنم، اگه من بخوام معتاد بشم، اگه بخوام با چیزهای مختلف به جسم خودم صدمه بزنم، معتاد من منظورم با اعتیادهای مختلفه. من بیام به جان که به خودم بخوام این کارو بکنم، بیام بالعکس به بقیه برسم، به کسی کمک کنم، باعث خوشحالی شخصی بشم، کسی که دردمنده بهش کمک کنم که حالا از نظر فکری یا از نظر جسمی خوشحال بشه. اگه کسی در خودش رو تو زندان نفس خودش گذاشته، سعی کنم آزادش کنم. پس من به خودم میگم اگه من تونستم این کار رو بکنم، به عنوان یک انسان میتونم به خودم نگاه بکنم و این قابلیت ها رو تنها جوری که میتونم در مرحله اجرا بذارم اینه که بهش عمل بکنم و بعد ببینم که انعکاسش از نظر جامعه به طرف من چی هستش و بعد من به قابلیت های خودم، وقتی که با قابلیت های خودم پی ببرم، خودم راحت تر هستم و خوشحال تر هستم. خیلی جامع بود پیام عزیز. من برای اینکه بینندگان بتونن جوهرش رو بگیرم، اون چیزی رو که بنده از شما یاد گرفتم در این جلسه میخوام ابراز بکنم که شما اصلاح بفرمایید. اون فردی که یک اختلال جسمانی داره یا مرض جسمانی داره به اصطلاح عام، اگر قبول بکنه که هویت اصلیش جسمش نیست، هویت اصلیش اگر جسمش نیست، بنابراین فکر نباید بکنه که تمام سعیش باید این باشه که خوشگلتر بشه و زیباتر بشه و سعی بکنه بشه، ولی هویت خودش رو اون ندونه. بنابراین اگر قابلیت‌های خودش رو باش در تماس باشه و بدونه که یه انسانه، مستقل از این که حالا این مریضی رو داره، اختلال رو داره یا اون اختلال رو داره، و همین که بفهمه که هویت او ورای وضعیت جسمانیشه، خود این پروسه شفاش رو سریع‌تر می‌کنه. این اینطوری من می‌فهمم که انسان رو بنابراین شما به صورت یه معدنی گرفتی وقتی میاد پلود که دارای جواهرات زیادیه و هدف شما اینه که نه اینکه جواهرات شما در بیاری، چون ما نمیتونیم در بیاریم، بلکه کمکش بکنی، قادرش بکنی، تشویقش بکنی، دیدگاهش رو عوض بکنی که این بتونه خودش به هویت اصلی خودش پی ببره. این پیام شما به نظر بنده به کسانی بود که به دلایل زیادی به این امراض گرفتار میشن. پیام دیگر شما به کسانی بود که مثل ما که اینجا نشستیم، فضل خدمت به اهل عالم نصیبشون میشه. یعنی ما هم بایستی بدونیم که قابلیت های انسانی ما در این بارور میشه که افتخار بکنیم که وسیله شدیم در خدمت یک فردی که از ما کمک و اعانت گرفته. و هر چقدر ما محور فکریمون این باشه که ما وسیله ایم، این فضله، نه اینکه ما بهترینیم، ما حقمون اینه،
ما از دیگران بهتریم، ما بایستی بیشتر داشته باشیم که الفت بین قلوب را از بین ببره. اون توی شما فرمودین، یعنی اگر من به عنوان یک کسی که دارم خدمت میکنم اینطوری که شما پیام دادین، هدفم وحدت کل باشه، هدفم الفت بین قلب این، احساس این، فکر این با خودش، با خانوادهش، با جامعهش باشه، من دارم به سلامتی نزدیکتر میشم. این درست فهمیدم یا من؟ 100% اونجور که شما گفتید خب خیلی واقعا زیباتر و شیرینتر، ولی در این حال فروتنی هم من میخوام بهش اضافه بکنم. یعنی من نیستم، من همونطور که شما فهمیدید وسیله‌ای هستم، یعنی جدا از اون، یعنی در واقع من میتونم بگم که از نفس خودم هستم، باید باشم، با سربزیری و فروتنی این کارها رو انجام بدم و فکر نکنم که خب حالا به نظر من باید یک نفعی هم الان به من برسه به خاطر این کاری که کردم. یعنی من واقعا دیتچت هستم، از منقطع هستم. منقطع باید باشم. اون وقت وقتی هستش که من به خودم میتونم بگم، من به خودم نمیگم، سعی میکنم به اونجا برسم. بله بله. که این خضوع که میفرمایید، دو سه دقیقه داره. میدونین خضوع، خاضع بودن، افتاده بودن دو تا معنی داره. یکی این است که انسان علم داره، تجربه داره، مهارت داره، اخلاقیات داره، وجدان داره، بعد خودش رو میدونه که کاری نیست، یک جمعیت کلیه، یه سیستم کلیه که اسباب شفا رو حاصل میکنه. خضوع بر حسب کمال داریم، خضوع بر حسب فقر داریم. فقری که فقر علمی میتونه باشه، فقر تجربه باشه، فقر اخلاقیات نداشتم باشه. من فکر میکنم اینی که شما میفرمایین خودش موضوع کلیه که اصلا خضوع یعنی چی. و چیزی هم که شما تأکید میفرمایین، من دیدم در طول بیاناتتون، این است که من به فکر خودم نباشم، من خودم را وسیله بدونم. امکان داره این سوء تفاهم را ایجاد بکنه برای بینندگان که پس من مهم نیستم. و من فکر میکنم اون چیزی که شما دارین میفرمایین در این دو سه دقیقه آخر این است که اگر من هدفم خدمت به جامعه باشه، سیستم خودش وسائلی رو مهیا میکنه که من این خدمت رو ادامه بدم. دقت میفرمایین این دو تا فرقه. یعنی من نباید دنبال پول برم. اگر من دنبال صحت حقیقی نفوسی که میان پلوم باشم، وسیله‌هاش هم ایجاد میشه. یعنی وسیله‌ها اصلا خلق شده برای نفوسی که شفای حقیقی میدن. درست میفهمم؟ یعنی ما نمیخوایم اینجا تجویز کنیم که آقا دنبال مال دنیا نرو، بلکه همونطور که شما فرمودین تعلق به مال دنیا انقدر قوی نشه که تعلق تو رو از هدف اصلیت باز بداره. درست فهمیدم این رو؟ 100%. خیلی خوب، خیلی خوب. بینندگان عزیز، از توجه شما به برنامه امروز متشکرم و از طرف همه شما از جناب دکتر پیام شایان تشکر میکنم که تشریف آوردین. حقیقتا بنده تحت تأثیر قرار گرفتم از علم شما، کمال شما و فضایل اخلاقی شما. تا هفته آینده شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.